گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روی روز دوشنبه است و 30 از ماه اپریل. در روزهای بفرمایید عزیزم. درود بر شما. درود بر شما جانم. بگو عزیزم. من فقط دو سوال دارم. یکی این که اون 200 سال آزادی کی بوده؟ و دوم این که شما که اینقدر از دکتر فاطمی دفاع میکنین، من دقیقا بخوام به شما بگم عکس دکتر مصدق همیشه در خانه پدری من بوده و احترام زیادی هم من که خانواده من به دکتر مصدق داشتن و من به شخص هم دکتر مصدق هم شاه رو دوست دارم، ولی ایراد دکتر فاطمی این بوده که وقتی علازت از ایران خارج میشه دکتر فاطمی تلفن میکنه در عراق تلگراف تلفن هرچی که بوده که ایشون رو به عنوان شاه پذیرایی نکنین و همه جا خلصه و اعلام جمهوری میکنه. من نمیگم دکتر مصدق موافق بوده، ولی شما فقط اینو به من حالی کنین و اگر شما شاه بودین و یه مدت از مملکت میرفتین بیرون و یه کسی بلند میشد اعلان جمهوری میکرد چی کار باش میکردید؟ خیلی ممنون. دموکراسی شما. خیلی ممنون عزیزم، متشکرم از محبتتون. من جواب میدم خدمت. مطلبی که فرمودید دکتر فاطمی کاری نبود اعلام جمهوری بکنه، من نشینه همچین چیز. چه اعلام جمهوری؟ در کجا اعلام جمهوری شده؟ این آقا 35-6 سالش بوده، وزیر امور خارجه کابینه دکتر مصدق بوده، در موزه این نبود که اعلام جمهوری بکنه. حالا حرفا زیاد است که ایشون میگفته که بله این کاخا رو نمیدونم من مهرموم کردم، نمیدونستم که انگلیس جای دیگه هم که در سفارتش باشه چنین و چنین از اینجور حرفا. اما 200 سال آزادی، من منظور شما از 200 سال آزادی متوجه نشدم عزیزم. نمیدونم 200 سال آزادی کجا بوده، من خبر ندارم. حالا یه دوست دیگری هم میگفتن ایشون توهین کرده. خیلی خوب، یک مسئله خدمتشون گفتم. یه وقتی هارون الرشید دیگه بزرگترین خلفای اسلام، اوجش دیگه هارون دیگه، یعنی شما این دوره طلایی عباسی، این نقطه اوجش هارون الرشید و پسرش مأمونه دیگه، بقیش دیگه به سراشی به انحطاط افتاده. اینا میره پسرش آمد شکایت کرد، پسر خلیفه، گفت بابا فلان کس به من فوش مادر داد. یه ده دوربر هارون، آقا باید بکشیمش سرشو ببریم به من. گفت خب بعد چه شد؟ گفت چی؟ گفت که تو پسر هارونی، تو هم برای که عدالت باشد بایستی به او فوش مادر میدادی، کار دیگری از ما بر نمیاد. جزاء سیئتون سیئتون مثلا، من که نمیتونم پوست مردم بکنم که به تو فوش مادر داده، تو هم باید یه فوش مادر به اون میده. اول که تو پسر هارونی، تو باید ببخشی، شما زیر ذره‌بین مردم هستی. این که یک نفر مثل دکتر فاطمی بیاد فوش هم بده، فرض کنیم اصلا فاطمی فوش داد، اصلا توهین کرد، خیانت ها کرد، این ایجاب نمی کند که یه آدمی مثل شعبان جعفری رو مأمور بکنن که بیاد چاقو بزنه به این مرد و بعد با نمیدونم 100 درجه تب روی استرچر روی چیز بیارن دادگاه محکوم به اعدام کنن، با تب تیربارون بکنن. آقا این شد چی؟ چیز خوبی شده؟ یک لکه بدی بر دامان آمران این کار. هر چه فاطمی کرده بود مظلوم و معصوم از این دنیا رفت. میبایستی بیامدن گفتن اصلا به روی خودشون نمی آوردن، بودن آقا این آقا کابینه گذشته بوده 2 سال زندان 3 سال زندان، نه اینکه با تب یاری مرد رو تیربارون کنی. یک پنی هم ثروت نداشت، 300 تومن بدهکار بود. مگه اینا نمیشناسن که از نزدیکه؟ اینا جز تاریخ ماست. و ننگ بیشترش که
در واقع تأثیر گذاشت بر ذهن مردمی بود که خارجی ها می آمدن این کارها رو می کردن و خودی ها با خارجی ها می نشستن. اینا بد بوده، هیچ توجیهی نداره. کشتن دکتر فاطمی مرحوم هیچ توجیهی رو قبول نمی کنه، هرچی می چسبونیم وا میاد. چیکار کرده بود؟ یه مقاله تون نوشته. خیلی خوب، یه مقاله. برای یه مقاله تون میان یک فرزانه مملکت رو بگیرن تیربارون کنن، اونم با تب. صبرم نکردن که تبش درست بشه از چاقوی شعبان. این تاریخ قضاوت خوبی نخواهد کرد در این باب، در باب عاملان و آمران این کار. سعی نکنیم کارهای زشت رو توجیه کنیم. مرحوم فاطمی یه وزیر امور خارجه بود، بله اخلاق تندی هم داشته، حرفای تندی هم زده، ولی این لازمش این نبود که بیان نمیدونم این کارا رو بکنم. باش من بیاد دارم بچه بودم دو سه بار گفتم خدمت شما تصویری از این مرد با ریش بلند که در یک منزلی دستگیر شده بود در تهران با عکس تیمور بختیار لعنت الله و قول خدا نشسته بود. خب اجازه بدید ما یکی یه دقیقه یک تنفس کوتاه بگیریم، همه خطا پر هست، برمیگردیم خدمت شما با هموطن دیگری صحبت بفرمایید. بفرمایید جانم، بفرمایید. اصلا مستقا نشید، من یکی دوست دارم شما هستم، چند تا برنامه های شما رو دنبال میکنم. ولی این دوباره بیادتون بشه، من دارم ببینم شما سالیان سال با یک جخت تمام و یک با یک خوشمومت تمام مثل بر بوکات گذشته صحبت میکنید، حکومت گذشته بسیار ایراد داشت، ولی امروز شما داشت حرف این رشید میدنید و میاد اتنام کن آقا استعداد صحابه استعداد صحابه افرادی که خواهان مبارزه با این رژیم هستن تبدیل به یک سری آدم منفعل میکنن. آقا ما اینا رو هم بد کنیم برن یک سری بدتر از اینها خواهد اومد. ببینید از این حرفی که شما میزنید چی ما الان به دست میاریم؟ در تخریب گذشته که تخریب شده چی به دست میاریم؟ با منش اون ستارخانی که شما کشت و گذشته چقدر همخوانی داره این حرف؟ ستارخانی که میاد وقتی که میاد روسا هم بکرده میگه آقا ما با شما مشکل داریم، بد بود ما تمام خودمون به اختیار همیشه مستفید میداریم که از چیان کشورم دفاع کنیم. شما میبینید خطر تکیه داره که ایران نابود میکنه، ولی شما از دردی که نتون نسته بخواهم نه پهلوی دسته هم نشتی نه پهلوی فرز نیستم، ولی واقعا شما داری این کاری که میکنید. شما که صاحب رسانه هستی، شما که الان حرف توی ایران رو داره لقب استادی رو یدک میکشی، خب این کارتی چیه میخواید ثابت بکنید شما؟ فرمایشون تموم شد عزیزم. بله خیلی خیلی ممنونم از لطفتون، توجه بفرمایید. رو خط میمونید جواب بدم خدمتتون یا اینکه شما خواهید من شما خط دیگه جواب بدید ولی اونم جواب. خیلی خیلی ممنون از محبتتون، خیلی کار خوبی کردید زنگ زدید. این چیزی که من مرتب شنیدم. نبینید عزیز من، مطلب شما اشتباه گرفتید. داستان استبداد، این مشکل ما استبداده عزیز من. مطلب ما رو شما مثل که به درستی بهش نگاه نکردید. کینه شخصی و اینها نیست. چه کینه شخصی؟ مثل که من پای قمار ایشون که نبودم که عزیزم. که یک شما نگاه بکنید ببینید، چون در گذشته هنوز مطرحه، یعنی گذشته هنوز در جریانه، گذشته هنوز در جریانه. ما در واقع ما چند نمیدونم چند رسانه در لس آنجلس هست، دائم اینها بر طبل خوبی های گذشته میکوبن و کوچکترین انتقادی هم نمیکنن. در واقع فکر کنم من تنها کسی بودم که بودم آقا اینجورم نبود که شما گفتید عزیزان، این چاهی که ما بهش در افتادیم از اونجا بوده. ما با نهادها کاری نداریم. بنده بارها خدمت شما اینجا عرض کردم که به نظر من این سیستم پادشاهی مشروطه که در روزگار همون مشروطه قانون اساسی براش نوشته شد بسیار سیستم زیبایی بوده. اینو من فکر میکنم که بیشتر از 100 بار خدمت شما گفتم. اما این استبداد بوده، وضعیت استبدادی بوده که خراب کرد کار ما. این قانون مشروطه بوده که زی اینات مشکل ما، نه اینکه خانواده فلان خانم ما. به خانواده من نمیشناسم که راجع به چی هست، اصلا خانواده چیکار میکرده، کی بوده.
در موضوع تحلیل انقلاب هر چه ما شنیدیم این بوده است که این ماجرا از نمیدونم گوادلوپ آمده، این ماجرا از کجا آمده، این مردم نمیدونم شکم سیر ایران زیر شکمشون زده بود. از این صحبت ها آقا نه چنین نبوده، واقعا چنین نبوده. این مملکت دارای قانون بوده، دارای روزنامه ها بوده، آزادی بیان بوده، صاحب رجال سیاسی بوده، صاحب احزاب سیاسی بوده، همه این ازش گرفته شده. موضوع کینه شخصی و خانواده نیست عزیز من. توی این تاریخ هم که ما نگاه کردیم یه واقعه واقعی دیگه، یک واقعه واقعی دیگه، یعنی این برکاتی که در مملکت ما امروز هست حاصل همون استبدادهای گذشته است. این است مشکل ما، این است که به مردم بگوییم آقا استبداد خوب ما نمیشناسیم. استبداد یعنی زور. مثل بگوییم آقا زور خوب خیلی خوبه، نه این زور این آقا بده، اما زور نوعاً زور چیز بدی است. آقا بر جامعه حاکم کردن با زور چیز خوبی نیست. اینا مشکل ما این بوده، نه اینکه نمیدونم چه چیز شخصی فلانی حرفا. اصلا من و چون موضوع کاملا مطرح هست و چون عرض میکنم که کسانی هستن مترسل این هستن که به قیمت تخریب آزادی خواهان و وطن دوستان و جان باختگان یک توجیه از استبداد بکنن، منم تنها کسی بودم که آقا تا باقرار چنین نیست، چنین نبوده، مشکلات بسیار بوده. اگر قانون بر مملکت ما حاکم بود که به اشتباه نمی رفت قانون عزیز من. نه شما ضمن محبتی که دارید و لطف فرمودید در عبارت پردازیتون فکر کنم خیلی منصف نبودید. از شما سپاسگزارم، بیشتر نشد در واقع با تعدادی بیشتری صحبت کنیم. از شما سپاسگزارم، مرحمت فرمودید که نشستید وقتتون رو گذاشتید و بسیار لطف کردید که تلفن کردید. با سپاس از امیر تا برنامه دیگر، شما رو به خداوند بزرگ. Done.